دارو امیدوارم حالتون خوب باشه خب در این درس ما هم با هم دیگه یه فعل مهم دیگر رو یاد بگیریم و حرف ربطش خب ما تا در تمام درس ها فعل ها رو با پرپوزیشن هاش یاد گرفتیم این تنها راهیه که شما میتونید بدونید که چه فعل با چه میاد هیچ قانونی نداره بلکه بسیار هر فعلی رو که یاد میگیرید بدونین که با چه میاد رو همین حساب ما همیشه فعل ها رو با پرپوزیشنش کار کردیم اسم ها رو با آرتیکلش کار کردیم این تنها روشیه که شما میتونید به بهترین شکل یاد بگیرید این مطالب رو خب در اینجا ما فعل اختن رو داریم اختن به معنی توجه کردن هستش معنی مراقبت کردن هم میده ولی بیشتر حالت توجه کردن هست پریپوزیسیونش آف هست و بعدش هم آکوزاتیو میاد این فعلیه که برای امتحانات به و به اصفای خیلی مهمه چه در نوشتاری و چه در گفتاری میخوام بگم که من به سلامتیم توجه میکنم ich achte auf meine gesundheit ich achte auf meine gesundheit یعنی من به سلامتیم توجه میکنم achten صرف میشه میشه achte auf حرف ربطش هست و بعدش هم meine gesundheit یا die gesundheit به معنی سلامتی هستش حالا میخوام تو بپرسم که حواست به بچه هست منظور ازشون مراقبت میکنی حواست بهشون هست اختست تو آف داس کیند به بچه دی کیند اگه بود میشد بچه ها تو آف دست کیند به فرض میخواد یه جایی برید به طرف میگید که اختست تو به تا آف دست کیند میشه یه لحظه حواست دش باشه حالت امریش چی جوری میشه همین جمله میخوام بگم که هواست به بچه ها باشه حالت امری میشه اخته آف داس کیند اخته آف داس کیند یعنی به بچه توجه کن دست کند یعنی بچه فرزند و دی کیند ها یعنی بچه ها فرزند ها فرزندان کودکان خب تو جمله بعد میگم که ما به حرف و در از اون صحبت معلممون دقت میکنیم توجه میکنیم اختن معنی دقت کردن هم میده یعنی توجهمون جلب باشه به چیزی وی اختن آف دی وات wir achten auf die Worte des Lehrers. یعنی ما به اون ورتا یعنی کلماتی که لغا میگه معلم میگه توجه میکنیم حواسمون جمعه وی اختن آف اتفاس خب حالا با مدال بگیم چی جوریه بگیم که تو بایستی توجه کنی بایستی دقت کنی میگم که آف دیزه گفا مستو بزن besonders achten. دیز گفا مست یعنی به این خطر تو باید توجه ویژه ای بکن یعنی حو جمعش و فضی جای هستید که حالا خطری میتونه باشه میگید آافدیز گف مو اختن خب این جمله با هم جایگاه جملاتش رو چک میکنیم کنیم گفه گفا پوزیون 1 جمله هست یعنی جایگاه یک جایگاه دو همیشه چی میاد فل که در اینجا مستن هست که میشه مستن و بعدش دو اومده ما میتونستیم جای یک و سه رو با هم دیگه عوض کنیم بگیم دو مس گفا به گفا بزندس اختن موقعی هم که مودال ورب داریم فعل میره اینفینیتیو ته جمله درست همه رو قبلا کار کردیم دوستان که ندیدن میتونن درس های گراماتی... گراماتیک قبلی رو برگردن و مشاهده بکنن کافیه که رو پلیلیست هایی که زیر ویدیو ها نوشته میشه کلیک بکنید خب آفتیز گفا یعنی به این خطر حالا میخوام به حالت داغافی بگم میگم دو مست داغاف اختن دو مست داغاف اختن یعنی تو بایدی بهش توجه کنی این داغاف به چی برمیگرده؟ آفتیز گفا که در سطح بیتس هست ما همه رو قبلا کار کردیم دوستان عزیز دو مست داغاف اختن جمله بعد میگم که من به قانون توجه میکنم به قانون دقت میکنم منظور به قانون احترام گذاشتن هست در زبان آلمانی این مدلی میگنش میگن اشاخته آفت از ایش اشاخته آفت از گزت دست گزت یعنی قانون و اختن هم یعنی توجه کردن و احترام گذاشتن در اینجا خب حالا همین جمله رو میخوام پسیوش رو بگم خب ما در درس گذشته پسیو رو یاد گرفته بودیم که سطح به هست پسیو جمله مجهوله که کننده کار معلوم نیست و یا اینکه مهم نیست به فرض در این جمله که من بالا گفتم ایش اخت اف گزتس یعنی من به قانون توجه میکنم و بخوام حالت مجهول بگم میخوام بگم که به قانون بایستی حتما توجه بشه به قانون بایستی حتما احترام گذاشته بشه خب در اینجا مهم اینه که به اون قانون احترام گذاشته میشه حالا چه کسی من احترام میذارم یا او یا اونها مهم نیست بلکه این عمل مهمه واسه هم اینجا مواقع پسیو استفاده میشه این بار میخوام با پسیو با مودال وب بگم میگم داس موس unbedingt یعنی حتما صد درصد اختت وردن پارتیسیپ 2 اومد آخرش هم وردن میاد داس گزت موس اونبدینگت گاختت وردن یعنی به قانون بسی حتما احترام گذاشت خب جملات بعدی میگم که میخوام پرفکتش رو بگم پرفکت آختن. پرفکت چیه جمله که میخوام در زمان گذشته بیان کنیم یه مدلش پرفکت هستش میخوام بگم که من از بچه ها مراقبت کردم یا به بچه ها توجه کردم یا حواسم به بچه ها بود ترکیبی از هابن در جایگاه دو جمله است و پارتیسیبنس وای میشه گه اختت میگم ich habe auf meine Kinder geachtet یعنی من به بچه هام توجه کردم من از بچه هام مراقبت کردم حالا پنج دقیقه قبل منظورم یا دیروز یا حالا هر موقع. ich habe auf meine Kinder geachtet جمله بعدی میخوام با داقف و داس بگم این هم یه مدل جمله نوشتن که توی نامه خیلی میتونه بهتون کمک کنه میگم ich habe darauf geachtet es richtig gemacht wird ich habe darauf geachtet, dass gemacht wird. من به این موضوع توجه کردم که اون کار درست انجام بشه. خب در اینجا ما چند تا گرماتیک رو ترکیب کردیم. درست یه مدل ایشاب تا قاف با داس آوردیم و جمله‌ای که در داسمون هست پسیو هستش. ایشاب تا قاف که اختت داس اس ورد. به این موضوع توجه کردم که اون چیز یا اون کار درست انجام بشود. بله دوستان این هم از فعل اختن که به معنی توجه کردن مراقبت کردن دقت کردن احترام گذاشتن بود که در قالب جملات کاربردی یاد گرفتیم حالا شما به چه چیزی که اختت کردید یا اختن میکنید به چه چیزی توجه میکنید در قالب یک جمله میتونید در کامنت به عنوان تمرین این درس بنویسید امیدوارم از دیدن این درس لذت برده باشین تا درس های بعدی خدا نگهدارتون